قایده سوم، البته پیامبر صلی الله علیه و سلم در میان مردم آمد که در عبادتشان پراکنده بودند. بعضیشان ملائکه می پرستیدند و بعضیشان انبیاء و صالحان را می پرستیدند و بعضیشان درخت و سنگها را می پرستیدند و بعضیشان آفتاب و مهتاب را می پرستیدند و رسول الله صلی الله علیه و سلم با آنان جنگید و بین آنان فرق نگذاشت و دلیل این فرموده الله تعالی است و با آنان بجنگید تا فتنه نباشد و دین همه مخصوص الله گردد. و دلیل این که آفتاب و مهتاب پرست بودند فرموده الله تعالی است و از نشانه های او شب و روز و آفتاب و ماه است، ولی برای آفتاب و ماه سجده نکنید بلکه برای الله که آفریننده آنها سجده کنید اگر تنها او را می پرستید. و دلیل این که ملائکه پرست بودن فرموده الله تعالی است و به شما دستور نمی دهد که فرشتگان و پیامبران را به عنوان پروردگار انتخاب کنید. این قاعده واضح و آشکار است در رد کسی که می گوید البته شرک تنها در عبادت بت‌ها می باشد. پس دلیل های شریعت در خصوص پرستش بت‌ها و دیگر خدایان باطل در آن زمان آمده است. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم بین آنان فرق نگذاشته بلکه همه آن را از جمله طاغوت ها شمارده است. پس به جدا کردن با آنان جنگید تا که همه دین خالص برای الله باشد. و دلیل اینکه انبیا پرست بودن فرموده الله تعالی است و بیاد آورید آنگاه که الله به عیسی ابن مریم میگوید آیا تو به مردم گفتی که من و مادرم را به عنوان دو معبود در برابر الله یکتا انتخاب کنید؟ او میگوید تو پاکی، من حق ندارم آن چرا که شایسته من نیست بگویم. اگر چنین سخنی را گفته باشم تو میدانی تو آن چی در نفس من است آگاهی و من از آن چی در نفس تو است آگاه نیستم. به یقین تنها تو دانای همه غیب ها هستی. و دلیل اینکه صالحان را میپرستیدن فرموده الله تعالی است کسانی را که آنان به عنوان معبود میخوانند خودشان وسیله برای نزدیک شدن به پروردگارشان میجویند، وسیله هرچی نزدیکتر و به رحمت او امیدوارند و از عذاب او میترسند. و دلیل اینکه درختان و سنگها را میپرستیدند فرموده الله تعالی است به من خبر دهید آیا بت‌های لات و عزا و منات که سومین آنها دختران الله هستند. و حدیث ابو واقید لیثی رضی الله عنه که گفت ما با همراهی پیامبر صلی الله علیه و سلم به سوی هنین برآمدیم و ما نو از کفر برآمده بودیم و برای مشرکان درخت سدره بود که در نزد آن حلقه می زدند و در آن سلاحهایشان را آویزان می کردند. پس به نزد سدره گذشتیم ای رسول الله برای ما ذات اموات قرار ده، همان گونه که برای آنها ذات اموات است. تا آخری حدیث. قاعده چهارم، البته مشرکان زمان ما از شرک اولین ها سختر است، زیرا اولین ها در حالت آسوده حالی شرک می آوردند و در حالت سختی خالصانه الله را دعا می کردند و مشرکان زمان ما شرکشان دائمی است، یعنی در آسوده حالی و سختی. و دلیل این فرموده الله تعالی است انگامی که بر کشتی سوار شوند الله را به اخلاص می خوانند و غیر او را فراموش میکنند، اما هنگامی که الله آنها را به خشکی رساند و نجات داد باز مشرک میشوند. در این قاعده مؤلف رحمه الله اندازه خطر موضع مشرکان زمان ما را بیان نموده است، زیرا شرک آنها از شرک مشرکان گذشته سختر است، زیرا که مشرکان زمان ما به الله در حال سختی و آسوده حالی شرک میآورند، اما مشرکان گذشته در حال آسودگی شرک می آوردند و به الله و به یگانگی او در حال سختی اعتراف داشتند. پس هرگاه کافرانی که در بین آنان پیامبر صلی الله علیه و سلم فرستاده شد شرکشان کمتر بود و آنان را الله کافر نامید، پس چی فکر داری در حق کسانی که
شرکشان دائمی در حال آسوده‌حالی و سختی است، پس ایشان از باب اولا کافرند. و الله داناتر است. و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم.